Church of Satan یعنی کلیسای شیطان در 1966 در شیکاگو به وسیله آنتوان زندر لوی پایه‌گذاری میشه. او اسقف اعظم کلیسای شیطان خودش رو مینامه و پاپ سیاه خودش رو اطلاق میکنه. در کلیسا قرار میگیره اما اعمال غیر متعارفی رو انجام میده، استفاده از خون، نوشیدن از خون، غسل تعمید با خون یا استفاده از اجساد مردار حیوانات جزو شعائر اونها به حساب میاد. شاید حتی بتوانیم یه مقدار بحث رو دقیق تر هم پیش ببریم، تجاوز به عنف یا تجاوز به کودکان خردسال در مرعا و منظر عمومی، عریان شدن جنس مؤنث و قرار گرفتنش در میان تعداد بسیاری از انسانها با همراهی رقص آتش، همراهی با نوع موسیقی های بسیار وهم‌انگیز و دهشتناک مدرن و شاید گاهی اوقات فوق مدرن، و استفاده از نمادهایی که این نمادها البته بخشش میتواند نمادهای صهیونیستی باشد، میتواند نمادهای غیر متعارف زندگی بشری باشد، جزء شعائر یا آموزه های اونهاست که در اعمال خودشون، در مجالس خودشون، در نوعی از جمع شدن خودشون در فضاهای اجتماعی اینچنینی تجربه میکنند و فیلم های اون هم وجود داره و کسانی که تجربه کردند و از این تجارب بازگشتند و توبه کردند هم گزارشات اینچنینی رو دادن. آمارهای رسمی و غیر رسمی که در اختیار پژوهشگران و کسانی که به نوع تخصصی تو این حوزه کار میکنن قرار داده میشه نمایانگر این است که در داخل کشور مجالس و مهمانی هایی که به نام شیطان یا شیطان پرستی همراهه بیشتر با موسیقی های راک، موسیقی های هوی متال یا موسیقی هایی که خشونت درش مجاز شمرده میشه همراهه. رقص های آتش، استفاده از مشروبات الکلی، استفاده بسیار وسیع از دارو و قرص های روانگردان، اینها در شیطان پرستی بهتره بگه لولی که در کشور ما وجود داره کاملا نمایانه. این که شما میبینید که اشعار هوی متال بسیار زیاد خوانده میشه یا در فضایی که اونها قرار میگیرن و رقصهای خاصی رو انجام میدن، از مرگ، از خودکشی، از پوچی، از بیمعنایی زندگی، از طرد خیشان و نزدیکان، از بیتوجهی به نسبتهای عاطفی سخن به میان میآید، همه اینها در پی این است که جوان امروز ایرانی رو معلق میان آسمان و زمین، معلق میان دین و خانواده، معلق میان اسلام و ایران، معلق میان حقیقت و مجاز نگه داره و کم کم او رو به سمت پوچی پیش ببره. بسیاری از کسانی که در شیطان پرستی تجربیات جدی داشتند یا بخشی از عمر خودشون رو صرف این فضای رزیلانه کردن به خودکشی میرسند، به نوعی پوچی. نکته اساسی و مهمی که مطرح این است که اگر ما در این مرتبه بتوانیم به جوانان خودمون دستاوردهای عمیق عرفان اسلامی رو، دستاوردهای عمیق عرفان بشری و نظری خودمون رو عرضه بکنیم و پوچی و توهیوارگی شیطان پرستی رو در سطح نمادها بتوانیم نشان بدهیم، طبیعی است که جوانهای ما به راحتی برمیگردند.